گاه رو باید دل و پنهان شود، عاشق بیچاره پریشان شود. کاش نبودی به جهان شام هجر، بو که بر افتد ز زبان نام هجر. هجر بود مایه افسردگی، زندگی هجر بود مردگی. زنده کنون من به خیال ویم، منتظر صبح وصال ویم، منتظر صبح وصال ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی روح مطهر و مقدس جامع شریعت و طریقه المتخلق به اخلاق الحسن محبوب اولیاء الله حضرت آقای حاج علی اطاق‌بنده محبوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتح. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی از کتاب رسالت الحقوق، فرمایش حضرت سجاد علیه السلام. این مباحث آخر همه جور که گفتیم از اون انسانی رو که در بالا هست، بالاهای مدارج روحی و مدارج معنوی، حضرت حقوق و وظایفش رو تعیین کردن، همینجور فرمایش فرمودن، اومدن پایین تر، حالا رسیدن به غالبا به جاهایی که مثل ماها هستیم. حق رفیق، حق معاشر رو فرمودن که اینها در حدود ما. اینجا امشب هم مبحثی است در مورد حق کسی که علیه تو اقامه دعوا کرده، بعد باز حق کسی است که تو علیه او اقامه دعوا کردی، ادعایی داری برش. یعنی در واقع فرمودند در این قلمرو ما، قلمرویی که فعلا بحث میکنن، انسانهایی هستند که در ضمن، در عین حسن نیت ممکنه با هم اشتباهات، در اثر اشتباهاتی با هم اختلاف پیدا کنن، یا این بر اون ادغامه دعوا کنه یا اون بر این، و به حدیت هر دو نسبت هم یه حقی دارم. این حق غیر از اون حقی است که در پروندهشون به اصطلاح در روابطشون هست. این حقی است به انسان به عنوان دو انسان، انشاءالله مؤمن، ولی انسانی که انسانیت رو درک میکنه. از مرحوم
شیخ عباس علی تربتی حضرت ساره علی شاه نقل می‌فرمودند. می‌فرمودند اون اولی که عدلیه در زمان رضا شاه عدلیه فراهم شد و تنظیماتی جدید، این یک روز آمده بود عدلیه ببینه این جای جدید چیه. ولوله جمعیت دیده بود این با اون دعوا و امثال اینها. بعد در منبر گفته بود من رفتم که عدلیه رو ببینم، دیدم خیلی جمعیت زیاده. خب فکر کردم، تحقیقم کردم، اینها خب همشون آدمای خوبی هستن، اشتباه کردن، سهو کردن و این یکی مدعی است که از او طلبی داره و او مدعی منکره، میگه نخیر طلبی نداره، اشتباه کردن، خب آمدن اینجا که حل بشه. ولی بعد به خاطرم رسید که چرا یک مرتبه اشتباه از اون طرف نبود؟ یکی نگفت که من به تو بدهکارم، بیا بگیر، او بگه که نخه بدهکار نیستی و نگیره. اینجا رعایت، یعنی فرمایش حضرت جعفر صادق برای حضرت سجاد در واقع برای این است که جبران اون خطا که هیچ کس از اون ور اشتباه نمی کنه گرفته بشه، یعنی جای اون میگیرین فرمایش. فرمودن و حق الخصم المدعی علیک فان کان ما یدعی علیک حقا کنت شاهده علی نفسک ولم تظلمه و اوفیته حقه و ان کان ما یدعی باطلا رفقت بهی ولم تأتفی امرهی غیر الرفق ولم تسقط ربک فی امرهی ولا قوة الا بالله. می فرمان اون کسی که علیه تو ادعایی کرده، دعوایی داره، حالا یا این دعوا مثلا در مراجع رسمی مطرحه و یا مطرح نیست، به هر جهت، به هر جهت یک انسانی است و تو هم انسانی. خودت خوب فکر کن ببین آیا اون چه اون میگه و اون چه ادعا بر تو داره حق، اگر حق، باید این تصور بکنی که در واقع تو شاهد او هستی علیه خودت، تشخیص دادی که حق داره بر تو، پس شاهد او هستی. سعی کن به او ظلم نکنی و با رفق و مدارا کار کنی. و اما اگر چیز است، اگر حق هم نداره، با او با مدارا رفتار کن، یعنی با مهربانی. این حق رو تو این نا که تو خودتو حق میدونی و اون رو ناحق میدونی، موجب نشه که همه انسانیتش رو در واقع ناحق بدونی. و بنابراین جد با رفق، مدارا و مهربانی باش، برخورد نکن. البته این
ساده ترین دستوری است که به مبتدیان مثل ماها داده میشه، که در هر مورد میشه همین کار رو، باید این کار رو کرد. یه مشکلی که پیدا میشه در مورد این اختلاف حکمی به قول اختلاف چیز یا اختلاف اصطلاح دارن میگن اختلاف یا حکمی یا موضوعی، یعنی کسی میگه که فرض کنید در اراضی که این مسئله زیادم در اختلاف واقع میشه بین دو تا مزرعه، دو تا قطع زمین زراعتی، میگوین که در سندش مینویسن، در چیزا مینویسن که حد فاصل این به جوی آبی که رد میشه، حد فاصل اون هم به جوی آبی که رد میشه. حالا اینجا یه اشتباه پیش میاد، اشتباه حکمی، یه اشتباه موضوعی ممکن پیش بیاد. یه اشتباه حکمی که آیا وقتی حد رو ذکر کردن خود حد جزء کدومه؟ یا به اصطلاح فقهیش آیا غایت داخل مقیاس جزء مقیاس یا نه؟ وقتی میگن تا نهر آب، این نهر آب جزء اینه یا جزء اون؟ بعضی فقها، بعضی حقوقدانان میگن که نه، اون نهر آب مالک نداره، ولی ایراد میگیرن که نه خیر، نمیشه ملک بی مالک، و بنابراین اون هم جزء اینه. یه همچه اختلافی رو البته اشخاص معمولی قابل حل نیست براشون، باید فقیه یا به اصطلاح حقوقدان حل کنه. این رو میگن اشتباه چیز اختلاف حکمی، یعنی ابهام در حکم شرعی است، حکم و قانونی است که آیا غایت داخل مقیاس هم. یه وقت هست که این نهر آب رو تغییر دادن، یه جایی کج و معوج بوده اینجا رو صاف کردن. یکی میگوید که منظور همین است، همین نهری که الان هست. اون یکی دیگه میگه نه، اون روزی که گفتن نه، نهر از اینجا رد میشده. این اختلاف در موضوع خود نهر حرفی ندارن، حدشو میخواد. منظور اختلاف اگر اختلاف حکمی باشه و حتی بعدی اختلاف موضوعی مصداقی هم باشه، در این صورت طرفین نمیتوانند تشخیص حق بدن. از این موارد در قانون، در همه قوانین و در فقه هم هست. مثلا فرض کنید ارث زوجه، مردی که میمیره ما میگیم که زن یک هشتم میبره از ارث، از اعیان، از ارث نمیبره. ولی بعضی از فقهای خود همین شیعه میگوین نه خیر، از همه یک هشتم میبره، از همه جا. اهل سنت هم میگن یک هشتم از همه جا میبره. این اختلاف رو از عهده اشخاص، از عهده کسانی که متخصص مطلب نیستن بر نمیاد حل کنن و خودشون هم نمیتونن درک کنن. اینجا حق چجوری تشخیص داده میشه؟ فرض کنید یه همچی حکمی هست، یه همچی اختلافی هست، کسی میخواد فرمایش حضرت سجاد رو عملی کنه ببینه که حق داره یا نداره. در این صورت نمیتونه در این موجود، در اینجا اجرای فرمان حضرت سجاد این است که به نظر یک نفر عالم، یک نفر
حالا قاضی عدلیه بگیریم یا عدلیه نباشه، به نظر او تسلیم بشن، طرفین تسلیم بشن، در این صورت خود این تشخیص حقه، تشخیص بدن که بهتر از این مسئله رو یک نفر متخصص حل کنه و بعد هر چی او گفت اجرا کنن. بنابراین فرمایشاتی که می فرماین در هر دورانی طبق و در هر موضوعی طبق مقتضیات همون موضوع باید اطاعت کنیم انشاءالله. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد، اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم را بیار یک جنت، بیار یک جنت، حق گذار ما نرسن ای دوست. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم را به یار یک جنت حق گذار ما نرسد دوست. هزار نقش برآید ز کلک سون و یکی، به دل پذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرن، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. ای دوست دریق قافله ام، کان
چنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کامچنان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطرم غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. بسوخ حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کام کار ما نرسد. هر کرا با خط سبزم سر سودا باشد، هر کرا با خط سبز سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشم. مولای من یا ای دوست، تو خود ای گوهر یک دان کجایی آخر، تو خود ای گوهر یک دان کجایی آخر، که از غمت دیده مردم همه دریا باشد. از بن هر مژه‌ام
آب روان است بیا از بن هر مژگان آب روان است بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باشد چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد یا ولی مدر بسم الله الرحمن الرحیم از جهت ترویح ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیا و اولیا خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی و همه اولاد و خاتمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر علیهم السلام و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر بر عصر و زمان امام الانسه و جان و قاتل برهان و خلیفه الرحمن عجل الله تعالی فرجه و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمعی راهنمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمعی اهل سلوک و ازدیاد ذوق و شوق و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی فقراء نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتح شدم غرقه دریای عشق جرعه کش باده ز صحبای دل طلب وصل رخ یار کرد آرزوی دیدن دل دار کرد